درود درود به همه دوستان و عزیزان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. خب صدا هم که اوکیه. درود بر شما. من این گوشی من بدانم به شارژ. درود 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 به همه دوستان و عزیزان، درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما گرامی. امروز جمعه 27 مهر ماه 2583 شاهنشاهی ایرانی. یکی دو شب نبودیم، اتفاقهای مهمی افتاد، از جمله این که موش کور میارو سنوار، درود بر شما، توسط پسر عموهاش به دیار گاش تابانده شد. تقریبا اسرائیل دیگه توی اون منطقه کاری نداره و همه اون شاخه‌هایی که باید حذف می‌شدن حذف شدن و الان نوبت مقامات جمهوری اهریمنی اسلامیه، از علی خامنه‌ای بگیرید تا فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران و بعضی از چهره‌های پشت پرده جمهوری اهریمنی اسلامی. یعنی حرکت بعدی اسرائیل بیشک کتلت کردن علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسدارانش هست. اون چیزی که قبلا در موردش صحبت کردم که پرونده خامنه‌ای بسته شده، الان دیگه تقریبا پله‌های نبردبان رو یکی یکی رفته بالا و الان رسیده به خود شخص علی خامنه‌ای و داستانش و دوستانش. به هر حال انقریب روزها یا انقریب ساعتها یا آینده می‌بینید خبر میاد که فلانجا زده شد، علی خامنه‌ای به درک واصل شده. ابتدا مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول زیر بار نمیرن و بعد یواش یواش انا لله و انا الیه راجعونشون رو سر خواهند داد. اما این بازی مافیای جهانی است. به من و تو ایرانی خیلی از اون بازی اونها نخواهد رسید. ما باید حواسمون جمع باشه وقتی که این اتفاق افتاد وارد صحنه بشیم و بازی رو از دست مافیای جهانی در بیاریم. این صحبتیه که همیشه پادشاه انجام دادن. ما در رستاخیز سیمرغ همیشه در مورد این صحبت کردیم و حتی ارتش سری رو هم بر همین اساس پایه‌گذاری کردیم و تشکیل دادیم، چون بازی ما نیست. زمین بازی متعلق به ماست، اما این زمین اشغال شده، سال 57 اشغال شده و آدم هایی که توی این زمین هستن ملت ایرانن، ولی بازیگردانان این زمین قوانین خودشون رو می نویسن. در مورد دو جریان مافیایی من همیشه صحبت کردم. یک جریانی که خیلی راحت دنبال جنگ و خروجی جنگ هم عملا تجزیه ایرانه، یک جریان مافیایی دیگه هست که دنبال مماشات، دنبال باج دادن به جمهوری اهریمنی اسلامیه و روی میز مذاکره ایران رو تجزیه کنن. یادتون هست چند بار ما در مورد اینها صحبت کردیم. دیروز پریروز اتحادیه دزدان دریایی اروپایی ها در حمایت از شیخک های دوزاری حاشیه خلیج فارس بیانیه‌ای رو صادر میکنن در مورد اینکه ایران این سه جزیره رو اشغال کرده و باید هر چه زودتر به اشغال این سه جزیره پایان بده. قبلا در شوراهایی که تشکیل میشد چین رفیق فابریک جمهوری اسلامی یا مردخور جمهوری اسلامی اولین کشوری بود که درود بر شما، اولین کشوری بود که اومد و چینی که نفت ایران رو داره مجانی میبره، حواسمون باشه، چینی که نفت ایران رو داره مجانی میبره، چینی که میلیاردها میلیارد سرمایه ایران، ملت ایران در کشور چین هست، چینی که
هر تعهدی رو که توی قراردادهاش متحمل شده هیچ کدومش رو بهش پایبند نبوده. اولین کشوری که این گوه اضافه رو خورد چین بود که وارد این داستان شد، و بعد از چین روسیه ارباب جمهوری اسلامی، اون یکی ارباب جمهوری اسلامی بود که اومد و حالا پهپادهای جمهوری اسلامی داره میره روسیه، از اون ور پوتین میاد از سه جزیره همیشه ایرانی به عنوان سه جزیره اشغال شده نام میبره، و الان هم که اتحادیه اروپا. یه مطلبی رو من به دوستان بگم راجبه، چرا من قبلا گفتم و میگم همه این دو جریان مافیایی در طرحیست به اسم طرح معامله قرن. بعضی ها فکر میکنن که طرح معامله قرن یک طرحی بود که آقای ترامپ اومد با آقای نتانیاهو دوتایی نشستن با هم دیگه گفتگو کردن برای حل و فصل مسئله فلسطین، و فکر میکنن که همین این داستان این طرح معامله قرن همین بود، اما اشتباه میکنن. در سطح بین الملل معادلات و پیمان نامه ها و قراردادها زمانی که نوشته میشه اینجوری نیست که شما بری توی گوگل سرچش کنی بعد بشینی بخونیش حالا 100 صفحه 70 صفحه 50 صفحه هر چقدر متن اون قرارداد هست و شما فکر کنی که الان از اون قرارداد دیگه آگاهی داری و میدونی چی تو اون قرارداد نوشته. نه عزیز من، اگر اینجوری بود اسمش رو نمیذاشتن طرح معامله قرن یه کار سیاسی، اسمش رو میذاشتن سناریوی فیلم سینمایی هالیوودی، و شما میتونستی بری سناریو این رو ببینی، نقش ها رو ببینی، سکانس ها رو ببینی، دیالوگ های هر بازیگر رو ببینی، و تهش هم متوجه میشدی که خب این یک فیلم سینمایی است که قراره کلید بخوره، ساختش کلید بخوره، و از اینجا شروع میشه به اونجا هم میرسه، آخر داستان هم آخر فیلم هم قهرمان فیلم یا میمیره یا میذاره دشمنانش رو نابود میکنه. بنابراین اونایی که میخوان توی عرصه سیاسی اظهار نظر کنن، اولین چیزی که باید یاد بگیرن اینه که مطالب سیاسی چند مرحله داره، طرحهای سیاسی چند مرحله داره. یک مرحله داره برای رسانه ها، برای خبرگزاری ها، برای انتشار عمومی، یک مرحله پنهان داره و یک مرحله فوق سری داره که معمولا اسناد سری و فوق سری در همه کشورها بعد از 30 سال، 35 سال، 40 سال یا حتی 50 سال، بعضی مواقع تا 100 سال این اسناد منتشر نمیشن. یه کسی بیا عزیزم، یه درود به دوستان من بگو. بگو درود دوستان. بگو نه اینجا رو نگاه کن، بگو درود دوستان. بلند بگو دوستان من نمیشنم، بگو درود. درود. خوبید؟ خوبید. بگو من نبودم چند روزه مدرسه میرم. تدریس نبودم، بودم مدرسه. بعد زود بخوابم. امشب هم تعطیلم، گفتم بیا. استاد تعطیلم گفتم بیا. باش بگو دلم براتون تنگ شده. دلم براتون شده. خب بگو پاینده ایران. پاینده ایران. اینجا ناک دوربینو. بگو جاوید شاه. تریتا. جاوید شاه. تریتا. خب به دوستان بگو شبتون بخیر. شبتون بخیر. بوسم بفرست. حالا برو. برو لارا. بله دیگه پیام بازرگانی بود دیگه، حالا امشب بیدار مونده گفت میخوام بیام، گفتم خب بیا، حالا اومده بود دیگه. بنابراین نه اینجا 2-3 هفته است شروع شده بیشتره. بنابراین اینجوری نیست که مثلا یک پیمانی یک قراردادی نوشته بشه و همه بتونن برن بخوننش و فکر کنن که بله ما همه چیزو میدونیم و رفتیم همه را واب به وابشو خوندیم، و این اونجوری نیست که به قول معروف در موردش صحبت بکنن. نه عزیز من، بخش های مختلف داره یک قرارداد، یک پیمان نامه، اونم بین المللی و در چند مرحله. بعضی مواقعش هم شاید 100 سال از طبقه بندی خارج نشه. ولی یه مطلبی رو من در مورد همین طرح معامله قرن اجازه بدید از زبان آقای نتانیاهو بشنوید. زمانی که طرح معامله قرن مطرح شد،
آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در کاخ سفید شامپاین باز کردن و جشن گرفتن. اما نتانیاهو اونجا یک سری حرفایی زد که توی اون طرح نوشته نشده یا منتشر نشده یا قرار بعد از چند ده سال منتشر بشه. بریم این صحبته نتانیاهو رو با هم دیگه بشنویم، بعد برگردیم بیاریم سراغ روند بازی مافیای جهانی، ببینیم الان در چه مرحله ای هستیم و چه کار باید انجام بدهیم. بشنویم صحبتای آقای نتانیاهو رو در روزی که طرح معامله قلم به صحبت، الان به سه جزیره همیشه ایرانی میرسیم، به بقیه مسائل میرسیم، ولی این صحبت نتانیاهو رو بشنویم بعد برگردیم. قرار دادید در نقشه سرتون اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل حاضر خواهد بود فورا درباره صلح با اونها با فلسطینیان مذاکره بکنی فورا بدون توجه به تصمیم فلسطینیان. اسرائیل حفظ حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که این یه تیکش رو دوستان بشنوید، این یه رو یه بار دیگه بشنوید با هم. فلسطینیان اسرائیل حفظ حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل، به مدت 4 سال، یعنی آغاز این اتفاقهایی که الان داره میفته توی خاورمیانه، توی داستان لبنان و حماس و غزه و این مسائل، بعد از پایان اون 4 سالی بود که آقای نتانیاهو 4 سال پیش، به نزدیک 5 سال پیش در این سخنرانیش اعلام کرد. یعنی ما 4 سال توی اون دوران 4 سال چرا خاموش میریم جلو، ولی بعد از 4 سال استارت میزنیم مرحله دوم طرح معامله غرب رو. و این اتفاقاتی که الان دارید میبینید استارتیه که بعد از اون 4 سال اولیه که خود نتانیاهو داره اعلام میکنه کلید خورده. حالا ربطش به معامله غرب، بریم بقیه صحبتشو بشنویم. حفظ حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. چی گفت دوستان؟ چی گفت؟ من نفهمیدم یه بار دیگه. چی گفت دوستان؟ متوجه شدید؟ در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. یه بار دیگه از عقب. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. یعنی در پلن معامله قرن، یعنی در اون 100 صفحه معامله قرن، 190 صفحه معامله قرن، چیزی در این مورد نوشته نشده. دقت کنید، یا اگر نوشته شده منتشر نشده، اما صحبتش بوده، توافقاش انجام شده. خود نتانیاهو داره میگه سرزمین هایی که نقشه شما نمیگه اینها متعلق به اسرائیلن، اما در آینده. یه بار دیگه، یه بار دیگه از اینجا گوش کنید. 4 سال اسرائیل حفظ حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد، رو جوامع یهودی در سابره و جاهای دیگری که نقشه شما اونا رو شامل نمیشه در حال حاضر. ولی نقشه شما اونها رو شامل نمیشه در حال حاضر. نقشه شما اونها رو شامل نمیشه در حال حاضر. اما اماش جالبه، اماشو گوش کنید یه ذره بیام عقب‌تر. شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این دکتر متوجه شدید؟ سرزمین هایی که اسرائیل قوانین خودش رو در اونها پیاده میکنه یا نمایندگان خودش رو میذاره
و در طرح نقشه شما نمیگه این سرزمین ها متعلق به اسرائیل هن. اما آمریکا متعهد شده در آینده این سرزمین ها رو زمینه خاک اسرائیل بدونه. اسمش چیه؟ طرح معامله غرب. دیگه از اسرائیل، دیگه از اون غزه و مزه و اینا که مثلا دیگه اونجا که دیگه سرزمین های چیزی دیگه نداره که. منظور که بعد پیمان ابراهیم امضا میشه، منظور سرزمین های دیگه است که اینها اسرائیل الان توی باکو میدونید که یکی از رفیق فابریکای یا یکی از حامیان یا یکی از کسایی که انگوش میکنه کونه الهام علیوف، الهام دماغوف، برای یک انگولک بازی هایی که داره انجام میده، یا اون داستان قره‌باغی رو که گرفت و چشم بدی که به سرزمین ایران داره، خب میدونید اسرائیل پشتشه دیگه. غیر اینه کسی شک داره پشت تو این داستان؟ در مورد سه جزیره همیشه ایرانی و خلیج فارس و خوزستان، خب اسرائیل پشت این جریانه، مگه کسی شک داره اینو؟ مگه اصلا هنوز به این بلوغ سیاسی نرسیدید که به این نوع. آقای نفتاری بنت اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات توسط نفتاری بنت انجام شد. یک مصاحبه میکنن نفتاری بنت با امیر امارات، شیخ امارات العربی پدر مادری که هست، و توی اون مصاحبه بذارید توی گوگل اینا رو میتونید پیدا کنید، من تو برنامه هم قبلا نشون دادم اینا رو. و توی اون مصاحبه آقای بنت به شیخ امارات تعهد میده، میگه اسرائیل به شما تعهد میده در مورد سرزمین های مورد مناقشه شما با ایران، اسرائیل به قول معروف از شما حمایت میکنه. سرزمین های مورد مناقشه از سمت امارات با ایران کجاست؟ کدوم سرزمین هاست به نظر شما؟ کدوم بخش هاست؟ سه جزیره همیشه ایرانیه دیگه، نه؟ اینا تمامش تو پلن های معامله غرب وجود داره، همش وجود داره. منتها نوشته نمیشه که هر امکتی از را برسه بره بشینه بخونه، فکر مون حالا فیلسوف مثلا سیاسی شده بیاد اینا رو بشینه تعریف کنه. نه، سیاست آن چیزی نیست که رسانه ها به من و شما میگن، بلکه سیاست آن چیزی است که تلاش میکنن ما نفهمیمش. یعنی تمام دستان پشت پرده و جلوی پرده و رسانه و همه این جریانات تلاش میکنن شما رو گیجت کنن که از اون موضوع اصلی چیزی نفهمی. اسمش سیاسته. اگه قرار بود همه چیز رو باشه، اسمش سناریوی فیلم سینمایی بود. فرق میکنه. آقای نتانیاهو در حضور ترامپ میگه سرزمین هایی که طبق قوانین اسرائیل اداره خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی چی آقای قاسمی سرزمین هایی که طبق قوانین اسرائیل پیاده میشن؟ حالا صحبت مال 5 سال پیش ها. یعنی این که فرض کنید، فرض محال، ایران فدرال بشه، یه بخش ایران که توسط این جریان های فرقه دموکرات و کمله، تروریست ها، اینها مدعیش هستن، یه بخش دیگه ایران هم که پانتورک ها و تورک ها مدعیش هستن، یه بخش دیگه هم که خوزستان ایرانه، یه بخش هم که سیستان بلوچستان، و برای هر کدوم این بخش های ایران هم مهره های از قبل آماده کردن و مورد حمایت همشون هم بوده دیگه، همه تون دیگه میدونید اینا رو. زمانی که شوروی فروپاشید، همین باکویی که الان دارید میبینید، مردمش لح لح میزدن که به ایران بپیوندن، برگردن به مام میهن. اما مافیای سروس میاد و از حیدر علیوف، پدر الهام علیوف، حمایت میکنه و این رو به قدرت میرسونه و عملا باکو دست نشانده مافیای سروس میشه. تا همین الانش هم که هستیم، تو ارمنستان هم به همین صورت، تو جاهای دیگه هم
که الان دارید میبینید به همین صورت. تنها جایی که موفق شد خودش گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه تاجیکستان بود. تاجیکستان زیر بلیط هیچ کدوم این اراذل اوباش مافیایی نرفت و الان هم دارید میبینید رو خط ایرانی خودش ایستاده و پافشاری هم داره و تبلیغ هم بر علیه مذاهب و اون داستانهای متجاوز به ایران داره انجام میده. ولی بقیهشون که شما نگاه کنید همشون به نوعی مهره شدن. حالا الهام دماغوف میاد در حیدر علیوف میشه رئیس جمهور باکو، الهام دماغوف پسرش 20 و چند ساله میشه رئیس جمهور، کاری رو انجام میده که اسرائیل ازش بخواد. الهام دماغوف برخلاف سیاست اسرائیل و آمریکا قدم از قدم بر نمیداره، هر چیزی که اونها بهش میگن اینا دیکته میکنن، اینا انجام میدن. پس اینجوری میشه ما یک بخشی رو به اسم فدرال یا تجزیه یا هر چیزی جدا میکنیم، یک سیستمی رو اونجا میذاریم، یک نمایندهی رو اونجا میذاریم، قانون و مقررات میذاریم که ما تعیین کرده باشیم. پس اون بخش طبق قوانین اسرائیل ادامه میشه، اداره میشه و نقشه شما هم الان نمیگه که اینها متعلق به اسرائیله، اما شما تعهد دادید که این سرزمین ها رو در آینده متعلق به اسرائیل بدونید. بهش میگن سیاست. اسم این سیاسته. یه بار دیگه صحبت نتانیاهو رو گوش کنید تا بریم سراغ بقیه صحبتامون. قرار دادید در نقشه سرتون اسرائیل در اونجا خواهد بود و اسرائیل حاضر خواهد بود فوراً درباره صلح با اونها با فلسطینیان مذاکره بکنه، فوراً بدون توجه به تصمیم فلسطینیان اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد مسیر صلح رو در سالهای آینده. به مدت 4 سال اسرائیل حفظ و حراست خواهد کرد وضعیت رو در جاهایی که نقشه شما نمیگه حتما در آینده جزء اسرائیل خواهد بود. قوانین خودمون رو در اردن پیاده خواهیم کرد رو جوامع یهودی در سابره و جاهای دیگری که نقشه شما اونا رو شامل نمیشه در حال حاضر، ولی ایالات متحده قبول کرده که اونا رو به رسمیت بشناسه به عنوان بخشی از خاک اسرائیل. من دوست دارم این دفتر. منم دوست دارم اگه کشوری بیاد میگه که یه سرزمینی یه کشور دیگه یه تیکه پاره میکنیم میدیم به تو، خب منم دوست دارم، چرا نه. دوستی نوشته که آقای قاسمی 15 آقای قاسمی بذار من میخواستم برنامه ما اجرا کنم. آقای قاسمی شما گفتید مافیا تا قبل از انتخابات، بله دوست عزیز من، تمام تلاش مافیای جهانی اینه که در دو پایان تا پایان دولت بایدن تکلیف جمهوری اسلامی یک سره بشه. اما دو شاخه داره مافیا، یک شاخهش دنبال جنگه که الان دارید میبینید شیپوراشو، یک شاخه دیگهش دنبال مماشاته که اونم دارید میبینید. در لول بالاتر اسم سناریوها، یک شاخه، یک سناریو، سناریوی گورباچوف ایرانیه که از سمت آمریکایی‌ها ارائه شده، یک شاخه، شاخه بن سلمان سازی از مشتبه خامنه‌ای که توسط روس‌ها ارائه شده و تمام این اتفاقات زیر مجموعه اینها داره میفته. منتها این چیزی نیست که من و تو بخوایم، این چیزیه که مافیای جهانی میخواد. من سعید قاسمی به شخصه بارها گفتم یه بار دیگه میگم، اصلا دوست ندارم تا پایان دولت بایدن مافیا موفق به اون پوست اندازیه بشه، اصلا دوست ندارم. چرا؟ چون اگه این اتفاق بیفته کار ما ملت ایران خیلی سخت خواهد بود. مثالش رو هم زدم، خیلی ها فکر میکنن که هرچی فوش و فلان هست باید فقط نثار کارتر بشه، چون کارتر بی پدر مادر دموکرات مادر قهوه فلان 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 باعث شد که خمینی در ایران پیروز بشه. اما اصل جریان چیزی دیگه است. درسته کارتر شروع کننده این جریان بود، وقتی میگم کارتر یعنی دولت کارتر، حکومت آمریکا پشتشه و این سیاست، سیاست حکومت آمریکایی که توسط کارتر داره انجام میشه. زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت میرسه انتخابات آمریکاست
کارتر 4 سالش تمام میشه میره دنبال کارش، یک رئیس جمهور جمهوری خواه میاد به اسم آقای ریگان و جمهوری اسلامی که به چسبند بود، به واقع به چسبند بود، این آقای ریگانه که جمهوری اسلامی رو پایه‌هاشو صفر میکنه و کمک جمهوری اسلامی میکنه و بهش تجهیزات میده، بهش پلن میده، بهش پول میده، به جمهوری اسلامی خیلی خدمات میکنه ریگان. حالا بیاین توی این مقطع زمانی، اگر تا پایان دولت بایدن مافیای جهانی موفق بشه در ایران اتفاقی رو رقم بزنه که تبدیل به پوست اندازی بشه، رئیس جمهور بعدی آمریکا که بی تردید ترامپه، دنبال حق خواهی من و شما ایرانی دید نیست، الانش نیست، اون موقع هم نخواهد بود، دنبال زد و بست با سیستمیه که مافیای جهانی درستش کرده و الان نهاله یا نوپایه، باید اینو قدرتمندش کنه. متوجه جریان میشی دوستان؟ این وسط اگر مردم ایران وارد صحنه بشن خب بازی فرق کنه، ولی این چیزی که من دارم میگم چیزی نیست که از سمت مردم باشه، چیزیه که رو میز مافیای جهانی داره بازی میشه. نمونهش همین دیروز پیروز توی اتحادیه اروپا. به اروپا چه ربطی داره که بیاد در مورد سه جزیره همیشه ایرانی اطلاعیه صادر کنه؟ چه ربطی داره؟ چه منفعتی میبره اروپا؟ ولی اینها رو دارن میگن یواش یواش، مثل اون داستان کلیدور زنگزور، یادتونه در موردش صحبت کردیم؟ پیش شرط های مذاکره جمهوری اسلامی برای پوست اندازی با اروپایی هاست. پیش شرط های مذاکره جمهوری اسلامی با اروپا و غرب برای بقا، اسم پروژه چیه؟ گورباچوف ایرانی. یعنی کیا این کار رو انجام میدن؟ یعنی ظریف و دار و دسته و حسن خمینی و بقیه اراذل اوباش این شاخشه، اینا دنبال اینا. همون جوری که یه مکالمه ما داریم توی نفوذ در قلب دشمن، من زنگ زدم به جواد ظریف، احتمالاً دیدینش، که در به بخشیدن در یه کاسپیان دارم باش صحبت میکنم. بزرگترین خیانت جمهوری اسلامی مخصوصا در شاخه اصلاح طلبش بخشیدن دریای کاسپیان به روسیه بود. مگه نبخشیدش؟ مگه 50% سهم ایران رو تبدیل به 11% نکرد؟ مگه اون 11% هم به شرطی و شروطی نیست که ایران حق نداره از منابع گازی و نفتی اون 11% استفاده کنه، مگر اینکه پیمانکاریش رو بده به روسیه؟ شما فکر میکنید منافع دریای کاسپیان کجا رفت؟ تو جیب کی رفت؟ کجا داره میره؟ برید خط لوله باکو از دریای کاسپیان به اسرائیل رو بررسی کنید، ببینید کجا داره میره. اتفاقا در دولت ترامپ این اتفاق افتاد. آمریکایی که اگر در شاخ آفریقا یک گوزنی آهو بزاد آمریکا اونجا ماماشه و دخالت میکنه، هیچ گونه واکنشی نسبت به تاراج دریای کاسپیان توسط جمهوری اسلامی از خودش نشون نداد. براتون جالب نیست اینا؟ اینا همشون توی اون طرح معامله قرنه. حالا دارن فشار میارن به جمهوری اسلامی از دو سو، البته با خود کمک خود جمهوری اسلامی از داخل، که یا اون تیم بوزیده و داره دستش که به رهبری حسن خمینی هست که برای جایگزینی دارن خودشون آماده میکنن، که ما وارد مذاکره میشیم، یه سری پیش شرط ها رو قبول میکنیم، حالا این سه جزیره هم همچین مالی نیست، حالا کی میره تا اون خلیج فارس بره سراغ این سه جزیره ها رو بررسی کنه؟ بده بره دیگه، سه جزیره ها رو هم میدیم میره، اون بالا کلیدور زنگزور هم خب اون برم میدیم میره، مرزمون به افغانستان هم بسته میشه، ما که میخوایم آذربایجان ها رو بدیم به اون آذربایجان، به باکو، حالا دیگه اون اصلا واسه ما نباشه، اصلا مهم نیست، بره بچسبه به خود باکو. خوزستان هم که
سوریه برای ما مهمتر از خوزستانه، پس اینم که اصلا برای ما مهم چیه بابا؟ هوای گرم 60 درجه و گرد و غبار و بیابی و این همه داستان ما داریم هر روز تو خوزستان با این مردم. خب اینم خب میدیم میره. سیستان بلوچستان هم که کشور فقیری، یک شهر فقیری، یک استان فقیری، نداریم خرجش کنیم که با بزرگ ایران. اونم حالا میدیم بره واس خودش. ما میمونیم و یه اصفهان و شیراز و استان مرکزی و یه دو سه تا استان دیگه عوضش ما هستیم. عوضش اسلام سر جاشه، عوضش دیگه خامنه ای نیست، آیت الله سید حسن خمینی هست، روشن فکره. مگه نذاشتم صحبت حسن خمینی رو که من با هر مذاکره ای شما فکر می‌کنید این کدا برای عمه منه یا برای عمه شماست؟ وقتی داره میگه من با هر مذاکره ای موافقم و راضیم مذاکره کنم، در مورد چی داره صحبت میکنه؟ این کدا رو به کی داره میگه؟ و این پروژه مماشات که دنبال گورباچوف ایرانی هست، از سازمان مللش بگیرید، از حقوق بین المللش بگیرید، از حقوق حشرش بگیرید، از آژانس انرژی اتمیش بگیرید، از کنگره آمریکاش بگیرید، از دفتر ریاست جمهوری آمریکاش بگیرید، از مافیای سوروس و دار دستش بگیرید تا بیاید تو اروپا، اینا همشون دنبال گورباچوف ایرانی هست. اون برای جریان دنبال بن سلمان سازی هست که اونا همه هم تو نطفه خفه شدن، عملا همه خفه شدن نیستن اصلا تو باقالیان. پادشاه هم که خب بارها و بارها، حتی امروز دیروز با اسکای نیوز استرالیا یک مصاحبه ای داشت، دوباره با فاکس نیوز یک مصاحبه ای داشت و یه جای دیگه مصاحبه ای انجام داده، تو هر سه چهار بارش تاکید کرده گفتمان شاهی. صحبتاشو شنیدید؟ گفتمان شاهیه، اسمش رو نمیاره گفتمان شاهی، اما وقتی از دهان شاه داره بیرون میاد، پادشاه بیرون میاد، یعنی گفتمان شاهی. نه جنگ، نه مذاکره، حمایت از ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، اقتصاد، امنیت، صلح، آرامش، سرمایه گذاری، این گفتمان شاهیه. حالا اونایی که حمله میکردن که رضا پهلوی دنبالش جنگ برای ایران، رضا پهلوی رفته گفته اسرائیل بزن، آقا پادشاه تو فاکس نیوز آمریکا داره میگه جنگ راه حل نیست، مذاکره هم راه حل نیست، راه حل حمایت از ملت ایران برای یک انقلابه. خب حالا چی دارید بگید؟ این که دیگه صحبت نه علی جوامردی، نه رضا پهلوی در گفتگوی فارسیش اینجوری میگه، اما در گفتگوهایی به زبان انگلیسیش میگه برید ایران رو بزنید، بی پدر مادرای حرومزاده. برگردم در مورد سه جزیره همیشه ایرانی، یک ویدیویی رو گذاشتم از شاهنشاه آریامهر روی صفحه. این مصاحبه‌های پادشاه رضا شاه دوم تو این چند روزه خیلی مصاحبه‌های کلیدی و مهمیه دوستان. حالا من ویدیوهاشو یکی یکی میذارم، ولی خب حتما حتما این ویدیو رو پیدا کنید و پخش کنید، دانلود کنید از هر کجایی که میتونید. این گفته‌های پادشاه، گفتمان شاهی، اینا پخش بشه. ببینید سوپس این همین بیانیه‌ای که اروپایی‌ها دادن و روسیه حمایت کرده و چین حمایت کرده و آمریکا حمایت کرده به نوعی و امثال هم، این داستان، این سوال 1972 یک خبرنگاری از پادشاه همین رو میپرسه. 1972 1971 ایران موفق شد سه جزیره همیشه ایرانی رو که تحت استعمار 80 ساله انگلیس بود از استعمار در بیاره و به خاک ایران برگردونه. بریم این صحبته که خبرنگاره رو با شاهنشاه بشنویم. اینو بهش میگن گفتمان شاهی. بذارید من براتون زیرنویسشو بخونم برای بچه های یوتیوب که شاید نمیبینم ویدیو رو توی تلگرام، توی اینستاگرام. خبرنگار میپرسه چرا این جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ، ابو موسا ناگهان انقدر برای ایران مهم شده؟ خبرنگار داره از شاهنشاه میپرسه. پادشاه میگه اول از همه به این دلیل که این جزایر متعلق به ما هستن و به هر حال حیات ما به امنیت دریانوردی در آن منطقه بستگی دارد. صحبت پادشاه است.
در آینده نشندان دور منبع اصلی درآمد ما از جریان نفت خواهد بود. اگر این مسئله تا پایان سال حل و فصل نشود، شما آمادگی این را دارید که جزایر را به زور پس بگیرید؟ ببخشید ما را قبل از 71 به زور پس بگیرید. مسئله آماده بودن ما نیست. این قضیه حتی قابل مذاکره هم نیست. صحبت رضا شاه دوم، توییت رضا شاه دوم رو شنیدی؟ واو کلمات، کلمات پادشاهیه، کلمات شاهیه. این مال پادشاه، شاهنشاهی. بعد حالا دیدم این اراذل اوباش جمهوری اسلامی مثل همین داوری و ماوری و این انوگوهای جمهوری اسلامی، چون به قول معروف از همه جا رونده، از همه جا مونده هستن، تو توییتر قبل از مصاحبه پادشاه، قبل از اون پست پادشاه، آقای رضا پهلوی بیا و مثل پدرت باش، بیا و فلان کن، بیا و این اتحادیه اروپایی که این همچه غلطی کرده رو تو دهنش بکن. اولاق شما دارید تو ایران حکومت میکنید، شما گنده گوز منطقید، شما میگید ما موشک داریم کره مریخ رو میزنه، شما میگید ما میخوایم آمریکا رو حسینیه کنیم، اسرائیل رو حذف کنیم، شما سر تا سر خاورمیانه و دنیا تروریست پهن کردید، شما پول ملت ایران رو بردید توی امارات و توی دبی سرمایه گذاری کردید، دزدیدید این پول ملت ایران رو. اون کشورها، اون شیخ نشین ها، شورتک ها با پول ملت ایران شدن اون. بعد حالا اینجایی که تو سطح بین الملل هیچ کی شما رو قبول نداره، نه رئیس جمهورتون رو قبول داره، نه رهبرتون رو قبول داره، نه رئیس طبیلتون رو قبول داره، هیچ کدومتون رو آدم حساب نمی کنن. به جای اینکه شماها بیاید حرکتی بکنید، میاید آقای رضا پهلوی، تو بیا آقای رضا پهلوی، برای چی بیاد این کارو بکنه؟ برای چی بایدشون بیاد این کارو بکنه؟ مگه ایشون تو ایران حکومت داره میکنه؟ مگه عمل کرده حکومت ایشون بوده که الان یه همچین افتضاحی شما به بار آوردید؟ اما چه شما میخواستن اینو برای خودشون ماهی بگیرن ها. ببین هدف چیه؟ هدف اینه که اتحادیه اروپا اومده این کارو کرده، ما هم میایم گیر میدیم این وسط به رضا پهلوی، میگیم تو رفتی معاملش کردی. این همون جریانی که میگیم تو رفتیم اسرائیل جنگ میخواد بر علیه ایران انجام بشه، انداختیم گردن این جزیره ها رو میندازیم گردن رضا پهلوی، میگیم تو با این عرب ها سر و سر داری، تو اومدی پیام به زبان فلان دادی، به عربی دادی برای عرب ها، پس این جزایر هم تو بخشیدی، که این وسط حمله کنیم دوباره مردم، حمله کنیم به پادشاه. اما کور خوندن، پادشاه پاسخی رو دادن، پادشاه در تبعید پاسخی رو دادن که پادشاه در مسند قدرت با پنجمین ارتش قدرتمند دنیا با اقتصاد بالا که الان شنیدید، این همین پاسخ رو داده. پادشاه در تبعیدی که نه حکومت داره، نه ارتش داره، نه پول داره، نه جایگاه حکومتی الان در داخل ایران داره، پاسخی رو به اروپایی ها داد، به اعراب داد، که پادشاه در قدرت چند 47-8 سال پیش این پاسخ رو بهشون داد. اینه فرق پادشاه با یه دگوری دوزاری در پیتی. به هر حال این داستان ها دوستان ادامه داره. آقای ترامپ هم که به قول این دوستمون آب پاکی رو ریخت دست همتون دیگه. ببین صحبتی که ترامپ کرد توی این پادکست، صحبتی که ترامپ کرد، خبرنگار ازش میپرسه نظر شما چیه در مورد جمهوری اسلامی، در مورد ایران چنج بشه، حتی دیگه از این مستقیم تر طرف بپرسه چون ایرانیه دیگه، گفت که شما به نظر شما راحت تر این حکومت باشه یا ایران برگرده به حکومت شاهی که جز سه کشور بزرگ گردشگری دنیا بود. آقای ترامپ میگه که آقا ما رو وارد این بازی ها نکنه، ما وارد این بازی ها نمیشیم، بعدش هم ما خودمون تومونمون نمیتونیم بکشیم بالا. تومونتون نمیشید بالا، نمیتونید بکشید. فقط خط قرمز ترامپ هسته‌ای نشدن جمهوری اسلامی، نه ترامپ،
همه‌شون همینه. آقا آمریکا از کجا میخواد بیاره یک همچین گاو نه منشیری؟ منافع ملت ایران رو غارت کردن با 45 ساله. منافع خاورمیانه رو با جمهوری اسلامی غارت کردن 45 ساله. موریانه خاورمیانه رو قدرتمندش کردن در خاورمیانه 45 ساله. با پول کی؟ با پول ملت ایران. میلیاردها میلیاردها میلیارد دلار به توسط جمهوری اسلامی اینها اسلحه کردن تو چونه شیخکای عربه حاشیه خلیج فارس. مگه غیر اینه؟ پادشاه شاهنشاه آریامهر اومد اوپک رو ساخت، اومد اوپک رو ساخت، به دنیا گفت حالا نفت بخواید بیاید از من بخرید، حالا باید بیاید با من طرف شید. امارات نمیتونه، اون موقع که اماراتی وجود نداشت، عربستان نمیتونه از خودش دفاع کنه برای فروش نفتش، اون یکی نمیتونه، مراکش نمیتونه، این یکی نمیتونه، همه رو جمع کرد زیر بلیط اوپک، خودش هم شد رئیس اوپک. گفت حالا نفت میخوای؟ این برای میز من نشستم، اون برای میز شما بشینید. من قیمت نفت رو تعیین میکنم، من میزان تولید رو تعیین میکنم، من نحوه تحویل بار رو تعیین میکنم، من شاه به نمایندگی از کشورهای خاورمیانه نفتخیز، یعنی همشون زیر بلیط منم، بیایید با من حرف بزنید. خب آمریکایی ها به گوزگوز افتادن، انگلیسی ها به گوزگوز افتادن، اروپایی ها همه زرتشون قمصوز. مگه قمصوز نشد؟ مگه نشنیدید مصاحبه های شاهنشاه آریامهر با همین خبرگزاری های انگلیسی و آمریکایی رو؟ مگه پادشاه در همون صحبتاش به صراحت نمیگه شما در آینده نچندان دور به انگلیسی ها میگه زمین خواهید خورد، به شدت هم زمین میخورید. خب حالا اینا همه تلاششون رو کردن شاه رو بردارن، مگه نکردن؟ مگه کارتر 150 میلیون چک 150 میلیون دلار چک نکشید واسه خمینی؟ مگه ابراهیم یزدی و قطب زاده رو مأمور نکرد برای؟ مگه اسرائیلیا کمک نکردن به خمینی؟ مگه فرانسویا کمک نکردن؟ حالا چرا باید آی ابله دوزری که اسم خودت رو میذاری ایرانی پادشاهی خواه، بعد دستمال گرفتی دست دادی، یه روز زیر نتانیاهو رو دستمال میشی، یه روز زیر ترامپ و یه روز زیر نمیدونم جو بایدن رو، یه سری چرا باید عقلتون رو صدا کنین؟ رئیس جمهور یک کشور ابرقدرتی به اسم آمریکا چرا باید بیاد منافع آمریکا رو به خطر بندازه که پادشاه ایران رو به ایران برگردن؟ چرا شما انقدر اسکلید؟ پادشاه بارها و بارها گفتن هیچ کشوری در دنیا دلش برای مردم ایران نسوخته و نخواهد سوخت. این ما مردمیم که باید کشورمون رو پس بگیریم. وقتی میگیم کشورمون رو پس بگیریم، از کی باید پس بگیریم؟ از آمریکا باید پس بگیری، از اسرائیل، از آلمان، از فرانسه، از ایتالیا، از روسیه، از چین، از شرکای حاشیه خلیج فارس. کشورمون رو باید از اینا پس بگیریم. پس گرفتن کشورت از اینها نباید ابزاری بشه واسه تو که بری دستمال پهن کنی زیر تخم همین هایی که استعمارت کردن، همین هایی که اشغالت کردن. که چی؟ آمریکا. آقای ترامپ میتونست در همین مصاحبه دیشب میتونست یه کلمه یه جوری دیگه، یه حرف دیگه بزنه. آقا 3 میلیون 4 میلیون ایرانی تو آمریکا هست یا نیست؟ 5 میلیون ایرانی تو آمریکا هست یا نیست؟ از این 5 میلیون ایرانی اون فسیلای چپیشو بری سطلاشخان، 4,900,000 تا رای درجا می آورد. اصلا درجا می آورد، من نمی آورد. چرا نگفت؟ چون نمیتونه، چون نمیخوان و نباید. اگر این باشه که اصلا اسم سیاست نیست که دوستان من. آمریکا دنبال جمهوری اسلامی و یک حکومت شبیه جمهوری اسلامی که یک حکومت ضعیفی باشه و بتونه مردمش رو غارت کنه، همین. حالا میخواد تو ایران باشه این حکومت باشه، میخواد تو افغانستان باشه باشه، تو عراق، هر کجای دنیا باشه، اینها دنبال مستعمرن، اینها دنبال نوکرن. پادشاه ما رضا شاه دوم عین شاهنشاه آریامهر زیر حرف این اراذل اوباش نمیره. مگه توی همون نشست
ایرانی آمریکا اسرائیلیای آمریکایی تبار، مگه نزد تو صورتشون؟ مگه تو همین اسکای نیوز دیشب نزد دوباره تو صورتشون؟ گفت ملت ایران بارها و بارها اومدن توی خیابونها با خونشون دارن میجنگن بدون کوچکترین حمایتی از خارجی ها، از حکومت قدرتمند. این یعنی تو صورتشون داره میزنه دیگه. وقتی داره میگه مردم من مهره شما نیستن، پیاده نظام شما نیستن، یعنی چی؟ کجا داره این حرفو میزنه؟ نه آقای قاسمی، این خطابش به بایدن و دولت بایدنه. نه عزیز من، دولت ها در کشورها مسئول اجرای سیاستی هستن که حکومت ها براشون تدوین کردن و نوشتن، و تنها فرق بین دولت های چپ و راست نحوه اجرای این سیاست. همین. چرا نمیخوایم ما اینو قبول کنیم؟ آقا چرا نمیخواید قبول کنید در آمریکا بایدن و ترامپ و اینها کاری نیستن؟ در آمریکا سروس و موروس و بقیه مافیاها هستن که سیاست تعیین میکنن. جلوی دوربین نیستن، سمت قانونی ندارن، اما اینها حکومت ها هستن. مثل داخل جمهوری اهریمنی اسلامی همه فکر میکنن مثلا بوزیده یا احمدی نژاد یا خاتمی هن یا روحانی هن. نه عزیز من، حکومت پشته که این کار را لالا تو جمهوری اسلامی یه سمبول هم داره به اسم علی خامنه ای حکومتش، اما تو آمریکا این سمبول رو نداریم، تو فرانسه این سمبول رو نداریم. داریم، جلوی دید من و شما نیست، پشت پرده است، اسمش حکومته. حالا میخواید برید به آقای ترامپ و من به شخص کاراکتر ترامپ رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. میدونید چرا؟ چون برای کشورش و برای مردمش می جنگه، دمش هم گرد. اما جنگیدن اون نباید من رو فریب بده که اون حتما برای منم میاد می جنگه. نه، برای چی بهش گفت دیگه؟ گفت آقا بذار راحت بهت بگم، ما تومون رو نمیتونیم به خود تومون خودمون رو نمیتونیم بکشیم بالا. مگه نگفت آقا مثلث بنیامین ترامپ و مثلا پادشاه اینها قرار فلان؟ نه عزیز من، اونا دنبال منافع خودشونن. من و تو اگر زرنگ باشیم، من و تو ایرانی، اگر از تجربه گذشتمون، از اتفاقهای گذشته درس گرفته باشیم، خودمون رو آماده میکنیم، آستینامون رو میزنیم بالا، کمربنده رو سفت میبندیم، پوتینا رو هم سفت میبندیم، آماده این تا این گودزیلاها بریزن به هم. زمانی که این گودزیلاها ریختن به هم، ما چارپایه رو از زیر همشون باید بکشیم. این کار مبارزاتی درسته. اینی که من بشینم بگم مردم بشینید تو خونه، خب به سلامتی تموم شد، علی اسرائیل میخواد علی خامنه ای رو بزنه، مردم پس فردا که علی خامنه ای رو زد عملا ایران آزاد میشه، پادشاه رو اسرائیل به ایران میاره، این اسمش خیانته، این اسمش خریته. من اگر عاقل باشم، شعور داشته باشم، میهن پرست باشم، بعد به شما بگم آقا بازی اینه، قراره این اتفاق ها بیفته، این میخواد اینو حذف کنه، این میخواد این کارو بکنه، اما ما مردمیم که باید بازی رو به دست بگیریم. وقتی این گودزیلاها که انرژی 100% دارن، منظورم بهشون نمیرسه، وقتی با هم درگیر میشن، یه طرف رو میزنه، نابود میکنه، پس یکیش به نفع منه، چون از دوتا بازوی اهریمن یکی از بازوهاش توسط خودش حذف شده، پس من الان با یک بازو طرفم، قبلا با دو بازو طرف بودم، الان با یک بازو طرفم. یک بازویی که 70% انرژیش رو هزینه کرده که این یکی بازو رو قطع کنه، پس من عملا با یک بازوی 30% انرژی طرفم که به شدت هم فرسوده و خسته است. خب من خیلی راحت باید بازی رو ببرم، خیلی راحت من باید بازی رو ببرم، منتها به شرط اینکه اینجام کار کنه، به شرط اینکه دروغ به مردم نگم، به شرط اینکه فریب ندم، به شرط اینکه رویا فروشی نکنم، به شرط اینکه نگم آقا بشینید تو خونه هاتون دست بزنید رو دست، تخمه بخرید 5 کیلو تخمه، قرار نتانیاهو خامنه ای رو بزنه، خامنه ای رو که زد دیگه جمهوری اسلامی تموم میشه، پادشاه رو با هواپیما نمیدونم فلان، نتانیاهو قراره با آقای ترامپ پادشاه رو بیارن تو ایران. نه، شما بازی رو داری میبینی، بازی رو میخونی، بازی رو میدونی، خودت رو باید آماده کنی برای روزی که این اتفاق افتاد.
قبل از اینکه اونها ماهی رو بگیرن شما باید اره ماهی بدی دستشون. اینو بهش میگن کار مبارزاتی. به هر حال ولی خب بهتون بگم گام بعدی اسرائیل توی این جریان معامله قرن حذف علی خامنه‌ای و دار و دستشه. اصلا در این تردید نکنید. بعد از این اگر بازی طبق روال مافیای جهانی بخواد جلو بره، حسن خمینی رو تو آب نمک خیس کردن، خیلی خوشگل و مشکل تر و تمیز فروش میکنن تو پاچه این ملت. چه نیروی نظامی یعنی جنگ وارد ایران بشه، پلنشون اینه، چه مذاکره به اسم مذاکره پشت پرده و روی پرده بخوان انجام بدن، پلنشون اینه. اونا روی مشتبه خامنه‌ای سرمایه گذاری کردن، اینا روی حسن خمینی سرمایه گذاری کردن. منتها توی این درگیری و زد و خورد ما مردم باید آماده توی خیابون بازی رو از دست اینا در بیاریم. به همین سادگی. سخته، هزینه زیاد باید بدیم، تاوان زیاد باید بدیم، اما این همون یک باریه که ما باید بازی رو ببریم. اگه بردیم که خب بردیم، دممون گرم، کشورمون رو نجات دادیم. اما اگه نشستیم به هوای این که ترامپ بیاد و نتانیاهو بیاد و نمیدونم اون یکی بیاد و این یکی بیاد که بخوام پادشاه ما رو برگردونم به ایران، کارمون تموم دوستان. ولی تجربه نشون داده، شواهد نشون میده، طبع جامعه ایران داره نشون میده که ملت ایران آمادن که بازی رو ببرن. بیگدار با آب نمیزنن، حواسشون خیلی جمعه. از اتفاقهای گذشته تجربه بسیار بسیار بالایی رو آموختن. دیگه به هر یغلبی بقالی اعتماد نمی کنن و حتی فقط به شخص پادشاه اعتماد دارن. ببین سعید قاسمی حلقش پاره شد، انباریهاش پر فوش شد تا این رو تونست به مردم حداقل به بخشی بفهمونه که آقا اون آدمایی که اطراف پادشاه هستن یاران پادشاه نیستن. این آدم ها اونجا نیستن که انقلاب در ایران بشه، این آدم ها اونجا هستن که انقلاب نشه. بعضی ها فکر میکنن امیرحسین اعتمادی و سگه و سوته دنبال پست و ریاست برای بعد از جمهوری اسلامی هست. نه عزیز من، اینها برای بعد از جمهوری اسلامی هیچ پلنی ندارن. مأموریت اینها اینه که جمهوری اسلامی نره، که به اون مرحله بعد نرسیم. کل مأموریت این اراذل اوباش، آخه مادر فلان فلان شده یه حرمون زاده. پس تو لایو پادشاهی خان چه گویی میخوری؟ آخه سایبری دوزاری. این افرادی که دوروبر پادشاه هستن دوستان، زندانبانان پادشاه هستن. اینها اطراف پادشاه هستن که منافع آمریکا به خطر نیفته، منافع اسرائیل به خطر نیفته، منافع چین، روسیه و کل وجودی جمهوری اسلامی منافعش به خطر نیفته. فکر نکنید که اینها دنبال پست و مقام برای آینده، نه، اینا تمام مأموریت و تلاششون برای اینه که جمهوری اسلامی رو صفر نگرش دارن. یعنی پادشاه رو به گونه ای محاصره کردن و میکنن که خطری متوجه جمهوری اسلامی نشه. اما اگر جمهوری اسلامی فرو پاشید و توسط ملت پایین کشیده شد، بعد به شما میگم سوراخ موش، قبل از این که علی خامنه‌ای و دار و دستش سوراخ موش بخرن، این اراذل اوباش زندانبان پادشاه هستن که سوراخ موش میخرن، اون روز متوجه بازی بهتر میشید. ولی خب خوشحالم که امروز حداقل بخشی از هممیهنان متوجه مأموریت این اراذل اوباش شدن. میدونن اگر کسی رو برگه بانو منتسب به بانو یاسمین استوری میکنن، رو برگه پادشاه استوری میکنن، میرن فالوش میکنن و فلان، میدونن این آدم یک انگلی از سمت جمهوری اهریمنی اسلامی بیش نیست. چقدر تاوان دادیم ما 1401، چقدر خون دادن بچه ها تو 1401 تا متوجه بشیم این جک و جونورایی که تو این فضای مجازی هستن
همشون انچوچک های جمهوری اسلامی هست، منتها با لباس مخالف و با لباس پادشاهی خواهی. توی 26 خرداد همین امسال دیدید دیگه، توانشون رو دیدید چقدر بسیج کردن، من و تو، اینتر آشخان، بی بی سی، رادیو فردا، توالت لندن. حتی در نهایت یک شب مونده بود به اون 26م، اومدن رو برگه پادشاه اون فراخان رو دادن. یادتونه دیگه دوستان، یه دونه ویدیو داخل ایران نداشتن اینا، یه دونه پرچم داخل ایران نداشتن. یعنی ببینید مردم داخل ایران چقدر آگاه شدن که پهن هم باره این جک و جنبرا نمی کنن. خب این نتیجه تلاش آدم هایی بود مثل ما که وایستدیم و حرفمون رو زدیم. آقا تو خارج از کشور ما میخواییم تجمع بذاریم، تو نمیدونم 75 شهر دنیا تجمع بذاریم، 100 تا تجمع تو خارج از کشور، 100 تا تجمع تو خارج از کشور به اندازه یه دونه پرچم شیر خورشید تاجدار داخل ایران ارزش نداره. آی کسی که میخواید تجمع بذارید اینو کنید، از اینجا بلنشین بریم پاریس، از پاریس بلنشین بریم برن، از برن بریم نمیدونم فلان، پولاتونو جمع کنید داخل ایران سرمایه گذاری کنید بین مردم، پولاتونو جمع کنید پرچم تولید کنید، پولاتونو جمع کنید بنر تولید کنید، پولاتونو جمع کنید پرینتر بخرید بدید دست مردم، پولاتونو جمع کنید هزینه اسپری شعارنویسی ها رو بدید، پولاتونو جمع کنید آسیب دیدگان خیزش های مختلف رو حمایت کنید، پولاتونو جمع کنید سازماندهی در داخل ایران انجام بدید، پولاتونو جمع کنید ابزار مبارزه برای بچه های داخل ایران تهیه کنید. اونه که ارزش داره، و الا شما بیا تو 500 تا شهر اروپا و آمریکا تجمع بذار، فوق جمع میشید، حالا چند نفر شعارم میدید تو فلان، خب بعدش چی؟ هیچ، تموم میشه. ولی همین پول ها رو اگر داخل ایران بین بچه های مبارز ابزارات مبارزه برای این بچه ها برسونید، میدونید چه قدرتی میشه؟ اونه که کار انجام میده، نه این. اینم خوبه، اما اون کار اصلی رو انجام میده، کاری که ارتش سری انجام داد. و خیلی عقبید شما که حالا بخواید به گرد پای ارتش سری هم برسید. به هر حال سپاس از همه دوستان. اینم یه رنگ دیگه اون تیشرتیه که این عکس تاریخی روش هست، یه رنگ مشکیشو من دارم و یه رنگ تو حالات. به بچه‌ها گفتم، به دوستان گفتم ببینیم که چطور میشه این داستانش، اگر بود که بعد توی لایف اعلام میکنم. به هر حال سپاس از همه دوستان، تردید نکنید، حرکت بعدی اسرائیل سران جمهوری اهریمنی اسلامیه و مشکیش واضح‌تره. آره خب، نه اینم از نزدیک، خب خوشیلی خودشو داره، تر هم که خودشو نشون میده. سپاس، هر شب لایک بذارید. نه دوست عزیز، انقدر گرفتار کارهای داخلی و مسائل قاطی پاتی و اینی که الان شما دارید میبینید جلوی دوربین، این واقعیت چون دارید میبینید واقعیت، یه سعید قاسمی نشسته یه تیشرت هم تنشه داره حرف میزنه، این واقعیتی که دارید میبینید. اما حقیقت پشت این جریان رو خیلی از دوستان نمیدونن. حقیقت پشت این جریان خیلی خیلی آزاردهنده است. فکر کنید روزانه، حالا جدا از کار و زندگی و همه این داستان ها، روزانه 150 200 80 90 بستگی داره، پیام و گفتگو و تلفن و صحبت و این برانور با بچه های داخل، حالا از توی این 180 90 200 گفتگو و پیام 100 تاش مسئله مالیه، بحث کمک های مالیه. بعد این وره قضیه رو که نگاه میکنیم توی نور شاهی میبینیم، خب بجز دو سه تا از سه چهار تا از دوستانی که همیشه به ما لطف داشتن، بقیه دیگه خبری ازشون نیست. بعد میمونی که حالا اینا رو چجوری مدیریت کنی، اینا رو چجوری جابجا کنی، چجوری تهیهش کنی، کدوم ها رو اولویت بندی کنی، و خیلی جریان های دیگه. خیلی خیلی اون حقیقته که شما نمیبینیدش، اما واقعیت اینه که سعید قاسمی نشسته اینجا داره میگه دیگه،
و الان هم لایبش رو قطع میکنه، فکر میکنید حالا حتما میره میگیره میخوابه و تموم شد. حالا نه، این کش و قوس ها و این کش مبارزه است دوستان، بحث منت و این داستان ها هم نیست. وظیفمون یک چیزی رو که شروع کردیم تا پایانش که پیروزی ملت ایران باشه ادامه بدیم و بعدش هم ادامه میدیم. ولی این اتفاق ها توش هست، اینی که هر شب من بیام لایو بذارم، مال یه روزگاری بود که ارتش سری تشکیل نشده بود، نور شاهی نبود و منم میشستم کارامو انجام میدادم، تحلیلمو میکردم، حالا هر شب نه یه شب در میون یا بعضی وقتا هر شب برنامه میذاشیم صحبت میکردیم، ولی الان دیگه اینجوری نیست دوستان. به هر حال سپاس از همه دوستان. پاینده ایران جاوید شاه، منتظر کل خرپزون از علی خامنه‌ای هم باشید و خودتون رو آماده کنید برای حرکت بعد از این اتفاق. حرکت بعد از این اتفاق باید حرکت ما ملت ایران باشه و الا بازی رو خواهیم باخت.